چه کسایی که قیامت رو قبول دارن و چه کسایی که به این جور مسائل اعتقادی ندارن سر این که بعد از مرگ قراره چه اتفاقاتی برامون بیفته کنجکاون. برای همین اگر کسی بیاد و ادعا بکنه که تونسته برای چند ساعت بمیره و اتفاقات بعد از مرگ رو ببینه و بتونه برای ما تعریف بکنه که دقیقاً بعد از مرگ قراره چه اتفاقی برامون بیفته، همین ما کنجکاو میشیم که تجربه اون رو بشنویم. حامد پسر خوشتیپ و خوشچهره‌ای بوده که به خاطر همین ظاهر زیباش بسیار مغرور و خودشیفته بوده، اما طی یک حادثه اون برای چند ساعت میمیره و چیزهایی رو در اون دنیا میبینه و تعریف میکنه که مطمئنم با شنیدنش شوکه میشیم. اما قبل از تماشای این ویدیو از شما همراهان عزیز یک خواهش دوستانه دارم. برای تولید و جمع‌آوری این اطلاعات و تهیه این ویدیوها زحمت‌های فراوانی کشیده میشه و من به نمایندگی از تیم آمازون تیوی از شما خواهش میکنم برای اینکه خستگی این کار از تن تیم ما بیرون بیاد، حداقل این ویدیو رو لایک کنید و نظر خودتون رو حتی در حد یک ایموجی برای ما کامنت کنید و این کار شما قطعاً برای ما خیلی خیلی ارزشمنده. حامد طهماسبی متولد 1372 در مشهد. حامد لیسانس مکانیک داره و الان در حال حاضر برای خودش یک بوتیک زده. حامد داستان خودش رو اینطور روایت میکنه. عاشق دوچرخه سواری بودم و برای قهرمانی در سطح استان به شدت تمرین میکردم. شب قبل تصادف یک سری وسایل جدید خریده بودم و میخواستم فرداش برم و اونها رو تست کنم. کولر رو انداختم پشتم و اومدم توی حیاط که دوچرخه رو سوار شم و برم. 100 متر اولی که رکاب زدم نمیدونم چی شد، ولی یکو دلم شور افتاد. یک حسی از درون بهم میگفت نرو و من باز خودم رو قانع میکردم که آماده شدم دیگه. میرم تست کنم تجهیزاتم و زود برمیگردم. سر کوچه صندوق صدقه بود. 2 تومنی این که پدرم داده بود و داخل صندوق انداختم و طبق عادت همیشه از بچگیم آیت الکرسی و دعای سفر رو خوندم و به حرکتم ادامه دادم. حدود 800 متر از رکاب زدنم گذشت که صدای نوحه شهادت امام صادق علیه السلام از یک ایستگاه صلواتی به گوشم رسید. نزدیکش شدم. چای شیرین میداد. از اونجا رد شدم و ساعت حدود 6:40 بود و من مسیر بزرگراه وکیل‌آباد رو از ترقبه به سمت مرکز شهر رکاب می‌زدم. کنترل دوچرخه توی بزرگراهی که همیشه شلوغه و ماشین‌ها به سرعت میرن و میان خیلی خیلی سخته. مسیر طوری بود که دوچرخه سوار یا هر وسیله‌ای نباید آروم می‌رفت، چون مزاحم ماشین‌های پشتی می‌شد. پس به شدت سرعتمو بردم بالا. همون موقع چراغ راهنمای دوچرخه رو هم روشن کرده بودم که منو ببینن ماشین‌ها و کنار بزرگراه حرکت می‌کردم. همینطوری توی حال خودم بودم که یک دفعه احساس کردم یک چیزی محکم از کنار باهام برخورد کرد. من رفته بودم زیر ماشین و اون ماشین منو حدود چند متر با خودش کشوند، طوری که بدن من زیر ماشین بود و سرم بین سپر و جدول کنار خیابون گیر کرده بود. بذارین بیشتر از این صحنه رو براتون توصیف نکنم، ولی خب حادثه اتفاق افتاده بود و تمام صورت من و جمجمه سرم له شده بود. چشمام نابینا شده بود. لب و زبون و دندون و حلق و حنجره و دماغ و فک و گونه من کاملا با هم مخلوط شده بود و به گفته اورژانس توی صورت و جمجمه من هیچ چیز قابل شناسایی و سالمی وجود نداشته جز 2 تا گوش لوله شده و موهای پر از خون. هیچ عضوی از صورتم سالم نمونده بود و همه له شده بودن. توی اون لحظه درد شدیدی بدنم رو فرا گرفته بود که قابل توصیف نیست، اما این درد در مقابل دردی که قرار بود چند لحظه بعد برام اتفاق بیفته اصلا چیزی به حساب نمی اومد. درسته چند لحظه بعد من درد قبض روح و جدا شدن روح از بدنم رو حس کردم. توی همین شرایط درد وحشتناک بودم که فهمیدم مردم دورم جمع شدن. بعد هم ماشین رو به عقب هل دادن که من آزاد بشم از پرس بین سپر ماشین و بلوکه سیمانی، که پس از رویت من توی اون لحظه بود که فهمیدم چندین نفر قش کردن و صدای جیغ‌های بی امان می‌شنیدم.
اونجا بود که خودم رو باختم و توی دلم گفتم مگه چی شده؟ چرا اینقدر مردم ترسیدن؟ یک عده میگفتن بهش دست نزن، یک عده میگفتن اشهد بخون براش، یکی داد میزد این چه مرگی خدا، راحتش کن. توی هیاهوی دردهام و این صداها بودم که حس کردم مردم بالا سرم پول یا همون صدقه میریزن. هیچ حرکتی از درد نمیتونستم بکنم و اینجا بود که احساس میکردم روحم داره از تنم جدا میشه. دردهای شدیدی که من به شلاق زدن تشبیهش میکنم به من وارد میشد و روح من از بدنم داشت خارج میشد و من اینو احساس میکردم. قسمتهای خوب از عمر چندین سالم برام از اول تا آخر ظاهر میشد و سیر تا پیاز همه چی بدون هیچ کم و کاستی به هم نشون داده میشد. هر بار از آسمون به جسمم نیروی شلاق گونه وارد میشد که پیکرم رو به زمین میکوبون، ولی من هیچ چیم نمیشد، یعنی نه خون ریزی داشتم و نه اعضای بدنم صدمه میدید، فقط دردهای غیر قابل توصیفی رو حس میکردم. در نهایت جون من از من گرفته شد و آب سردی بر تمام دردها و عذابهای من ریخته شد و برای لحظاتی بسیار آرام بودم که میتونم بگم این حس و حال زیباترین حال ممکن بود. زیبایی هایی که من بعد از قبض روح می دیدم فراتر از حدی که من بتونم براتون توصیف کنم بود. روح من حدوداً در 2 یا 3 متری فضای بالای جنازه یا همون جسمم قرار گرفته بود. پر از استرس، پر از خوشحالی، پر از ترس، پر از جلال و شکوه خالقش و هزاران حس و حال متناقض دیگه که همزمان همش رو حس می کردم. تصور کن صورت وحشتناک غرق در خونم رو دارم میبینم و دلم میخواد به جسمم برگردم. هی میرم کنارش، هی سعی میکنم خودم رو ببرم داخل جسمم، حتی روش میخوابیدم اما هیچ اتفاقی نمیافتاد. انقدر به جسم یا همون جنازم تعلق داشتم که خودمم باورم نمیشد همه چی تموم شده. حالا دیگه به طور کامل میفهمیدم که دور تا دورم چه خبره. حتی از جزئیات زندگی آدم‌های اونجا مطلع می‌شدم. حتی می‌فهمیدم اونی که داره در اطرافم با گوشیش صحبت می‌کنه پشت خطش کیه، شماره‌اش چیه، چه کاراشو و اصلاً چه جوری اینها با هم مت شدن. من می‌دونستم که اون داره بهش دروغ میگه یا راست. همزمان پدر و مادرم رو می‌دیدم که دارن چیکار می‌کنن توی اون لحظه. همزمان دختری که توی دانشگاه میگفت دوستم داره رو می‌دیدم که داره چیکار می‌کنه. توی همون حین احساس کردم یک هیبت نورانی با قد رشید و چهره‌ای پر از ابهت رو که از جنس اشرف مخلوقات هم نبود رو کنار خودم حس کردم. اون هیبت نورانی با مهربانی و زیبایی تمام به من نگاه می‌کرد و با نگاه کردن به اون حس آرامش می‌گرفتم. اون رفت کنار جسم من، یا بهتر بگم جسد من، و شروع کرد به دست کشیدن به بدن بیجون من و سر و صورتم رو خوب کرد. با نوازش هر قسمت بدن من حال من خوب می شد. با تعجب ازش پرسیدم چی کار کردی؟ چه جوری خوبم کردی؟ برای اولین بار به هم گفت حامد آماده ای با من بیای؟ بهش گفتم کجا؟ به هم گفت همه جا. بهش گفتم خدا کجاست؟ به هم گفت خدا توی قلب تموم آدم هاست. بهش گفتم قراره توی آتیش بسوزم؟ به هم گفت جهنم اعمال بد خود توه. بهش گفتم قراره برم بهشت؟ بهم گفت به اطرافت و انتهای اون نور بی‌نظیر نگاه کن. روبروم تونلی طولانی از نور بود. گفتم اونجا بهشته؟ جواب داد تمام اعمال خوبت بهشته. راجب خدا ازش پرسیدم و گفت مهربان ترین مهربانانه، اونقدر بخشنده که فکرش هم نمی کنی. با شنیدن این حرف حس غرور و خوشی خاصی بهم دست داد. درونم پر از قوقا بود که ای جان، من این همه خطا و گناه داشتم که 1 میلیاردم شیطونم نبوده، یعنی همشو خدا میبخشه، ایول جونمی جون. توی این فکر بودم که اون هیبت نورانی به هم گفت نه حامد، اینطوری نیست، خداوند عادله و عدل الهی میگه اگه خوبی کاشته باشی خوبی برداشت میکنی و اگه توی مزرعت توی دنیا بذر بدی پاشیده باشی باید همونا رو برداشت کنی. همراه اون هیبت نورانی مرور زندگیمو دیدم با تمام جزئیات که باور نکردنی بود. از بین اونها 3 تا از قشنگترین هاشو میخوام الان براتون تعریف کنم. اون منو به یکی از ایستگاه‌های زندگیم برد.
ده سالم بود و رفته بودم حسینی امام حسن مجتبی توی محله قدیم. موقع تموم شدن مراسم حسینی اومدم بیام بیرون که دیدم یک پیرمرد با سرگردانی و استرس اطرافش رو نگاه میکنه و دنبال کفشاش میگرد. من براش کفشاش رو پیدا کردم. جلو پاش جفت کردم و با مهربانی و خوشحالی به من نگاه کرد و گفت درد نبینه پاها جوون. من میتونستم در اون لحظه فکر اون پیرمرد رو بخونم. اون پیرمرد با خودش به صورت نگران میگفت اگه کفشم پیدا نشه چیکار کنم؟ چجوری پا برهنه تا خونه برم؟ و انرژی منفی و ناراحتی زیادی توی وجودش میدیدم تا اینکه من رفتم و کفشش رو بهش دادم. وقتی این کار کوچیک رو انجام دادم دیدم که تمام وجود پیرمرد غرق شادی شد و شروع به دعا کردن برای من کرد. حتی دیدم که بعد از مسجد تا خونه زیر لب برای من دعا میکرد. پاها درد نبینه جوون. به من نشون دادن که از اون تاریخ به بعد چه اتفاقاتی برای من افتاد. من 3 بار با موتور تصادف کردم. 1 بار از بالای درخت افتادم و 1 بار هم همین تصادف خودم که به هم گفتن باید پاهات قطع بشه ولی نشد و پاهام هیچ آسیبی ندید و به هم نشون دادن تموم این چیزها که دیدی و اتفاقاتی که برای پاهات میتونستن بیفته و رفع بلا شده از همون دعای خیر به ظاهر کوچیک رفع شده. صحنه دیگه‌ای که به هم نشون دادن زمانی بود قبل از تصادفم. من مثل همیشه دوچرخه سواری می کردم. پشت چراغ قرمز بولوار سجاد مشهد ایستادم. کنارم یک ماشین شاسی بلند که یک بچه سرش رو از سانروف اون بیرون کرده بود واسطه بود. من شروع کردم به خندوندن اون بچه و اون منو به پدر و مادرش نشون داد و اونا هم شروع کردن به خندیدن به شکلک های من برای اون بچه. تموم شد. من رفتم و باز حقایقی برای من باز شد. دیدم که قبل از اومدن من پشت چراغ این خانم و آقا توی ماشین مشاجره داشتن و در واقع قصد متارکه هم داشتن. وقتی من بچه رو خندوندم و دنبالش اونا هم خندیدن یک جرقه توی ذهن مرد زده میشه. بعدش هم چهارراه بعد کنار یک گل فروشی نگه میداره و برای همسرش گل میخره و ازش عذرخواهی میکنه و زندگیشون حسابی تغییر میکنه. باورم نمیشد با یک اتفاق کوچیک که حتی خودم هم یادم نبود اون صحنه چه تغییر بزرگ و مبارکی توی زندگی یک شخص رقم زده باشه. بابت این کار کلی پاداش بهشتی به من دادن. حالا یکی از صحنه‌های دردناکی که میخوام براتون تعریف کنم که البته برام همون هم دوست داشتنیه این بود که وقتی حدود 9 ساله بودم چند بار از بقالی سر کوچه‌مون که صاحبش یک پیرمرد بود و از ناحیه گردن دچار معلولیت بود پفک دزدیدم. هر دونه پفک که از گلوی من پایین میرفت بدترین حساب من دست میداد. یک حس چندش و حال به هم زد. انگار تمام اعضای بدنم و سلولهای گلوم حالشون بد میشد و متلاشی میشدن. همون موقع روح اون پیرمرد رو دیدم در 3 متری خودم و هرچی کار بد و گناه و اشتباه داشت رو دیدم که دارن به من میدن و هرچی کار خوب و نیک بود که انجام داده بودم دادن به اون. اونقدر این صحنه تکرار شد تا اون راضی شد تا منو ببخشه. چند تا روح دیگر رو اونجا دیدم. همه در حال عذاب بودن به غیر از یک نفر. به حال اون یک نفر قبطه می‌خوردیم. خیلی حالش خوب بود. پر از خوشحالی بود. از هیبت نورانی که کنارم بود پرسیدم. گفتم این کیه؟ چی کار کرده انقدر حالش خوبه؟ گفتن این پدر همون کسیه که ایستگاه صلواتی داره توی محلتو. همیشه کار خیر میکنه، خیرات میکنه، هدیه میگیره برای بچه‌های بی‌بضاعت توی ایستگاه صلواتی. هر یه دونه چایی که به مردم میده خیر و برکتش به پدرش و امواتش هم میرسه. وقتی اینها رو شنیدم از تمام وجودم فریاد زدم، خطاب به خدا که برگردم و فقط کار خیر کنم. منم ایستگاه صلواتی میزنم، منم کار خیر میکنم. همون لحظه نفهمیدم چی شد. یک دستی روی شونم احساس کردم که به هم گفت به قولت عمل کن و از ناحیه سینه روح به بدنم بازگشت. و من بعد از 18 عمل جراحی تازه روپا شدم و شروع کردم به انجام قولایی که داده بودم. من از صدها اتفاق بی‌نظیر و زیبا فقط چند تاش رو اینجا براتون تعریف کردم. خب دوستان، این روایت هم به آخرش رسید. حتما برامون توی کامنت ها بنویسید که از این روایت چه درسی گرفتید. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و برای بهتر شدن این کانال نظرات مفید خودتون رو توی قسمت کامنت بنویسید و این ویدیو رو برای دوستانتون شیر کنید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با
تشکر تا ویدیویی دیگر بدرود.